مامان. تو خوابم چقدر همدیگه رو بغل میکنیم و خوشحالیم. وقتی بچه بودم همش روزی رو تصور میکردم که بر میگردی. نشد. دارم میرم مامان. نمیدونم کی برمیگردم. کاش نمیرفتم. نمیتونم بمونم. نمیتونم برم. مامان چجوری تو رو ول کنم و برم؟ چجوری برم؟ چی میخوای؟ علی حکمت، شنیدم دست نیهات سفته دادی و بهش بدهکاری. آره؟ گفتم چی میخوای؟ خواستم بدونی که اون سفته ها دیگه دست منه. ببینم چی کار میکنی علی حکمت باشد. وای اورهان خان، والا من اصلا منتظرت نبودم. بفرما بفرما بشین. چی کار داری میکنی؟ چی؟ مگه چی کار کردم؟ پشت سر وای نستا هاکان کرکوت، مرد باش و بگو چه میخوای؟ آهان، تو از این که من اسباتو خریدم ناراحتی؟ خب نمیفروختی، منم نمیخریدم. ولی ببین چه اسبای خوشگلی هن، یکی از یکی بهتر. مشکل تو با ما چیه مرد؟ پس تو از هیچی خبر نداری. البته باباتم حق داره، روش نمیشه برات تعریف کنه. تو چی داری میگی؟ هاکان، مرد باشو جلوم وایسا بگو درد چیه؟ مگر نه اینجوری که... اینجوری نداری. دیگه کار از کار گذشته. باشه، حالا که اینجوریه بهتر مواظب اسبام باشی، چون همشو ازت پس میگیرن. میتونی اسبا رو پس بگیر اورهان، فدای سرت. من 22 سال صبر کردم، هر چی دارین ازتون میگیرم. علی حکمت پاشات بیچارت میکنم. بیچاره. بگو رفته ازمیر. آقا نیاد نیستن. تشریف بردن ازمیر. بی شرفای عوضی، رئیس تلفنش تو دفتر جا گذاشته و رفته. آره؟ بله جا گذاشتن. ما هم داشتیم فکر میکردیم چی کار کنیم. به رئیست بگو نابود شده. نابود شده. نابود. نابوی ارباب، کارتون دارم. چیه؟ تنها. نه یا بیا حرف ازم. ارباب حلالم کن. ذوالفقار تو باز دم در آوردی؟ ببین دیگه شورشو در آوردی احمق. بشین سر جات گفتم بهت. نمیخوام از دخترم جدا بشم. با تمام رازم میرم. ذوالفقار چه نقشه ای کشیده؟ گوش کن، میکشم تو رو. میکشمت. چیه؟
بعدن حساب تو میرسم زفقار. به زودی. نامیر زود باش را بیا. حالا الان کن، چه بخوای چه نخوای، دیگه ازت جدا شدم. خوش اومدین. امیدوارم مزاحم نشده باشیم. وای این چه حرفیه، نفرمایین. شما روی چشمامون جا دارین خانم. خالی سوین بالا به دور باشه. ها چه کلاهی قشنگی، خیلی ممنونم. خواهش میکنم بفرمایید بشینین. باورمون نمیشد، داشتیم میومدیم دیدیم آقا علی حکمت داره میره بیرون، ولی اون متوجه ما نشد. علی حکمت دیگه، همیشه کار از سلامتی براش مهمتره، ولی این دفعه واقعا خدا رحم کرد. خاله سوین، اورهان کجاست؟ اورهان زینبو برده خونه باغ. خواهر زینب رفته دیگه، چه ربطی داره؟ نه فاطیما گفت. زلفقار رو دیدی؟ آخه این چه شده آبجی؟ فاطیما از جونش سیر شده؟ اوف. هر کاری میخواد بکنه به من چی؟ گلزار بیا یکم کار کن سرت گرم بشه. رفیقت بانو اومدش خانو. ولی اورهان نیست. اومده مهمونی، یادت مریض؟ ولی مریض نیست. همه چون دیوانه زنی شدن آبجی فاطیما. گلزار من اینجا می نویسم زلفقار از این مزرعه نمیره. نه نمیتونه بره. وا میخواد بره بره، اون نباشه من راحت ترم. فاطیما بذار یه سرویس ببرم. منتظرن. خیلی خوب بردار بیا. ای بابا. وای گلزار. آبجی فاطیما اینا رو بردار. بعدش هم بودو بودو رفتیم بیمارستان، آزمایش مختلف گرفته بودن، ما منتظر نتیجه آزمایش نشستیم. خدا رو شکر مشکلی نداشت. علی حکمت هم دید حالش خوبه، گفت نمیخوام اینجا بمونم، ما زودتر برگشتیم خونه. ایشاله بلا ازتون دور باشه. بانو جان ما دیگه باید بریم. آره مامان. کجا؟ کجا تشریف میبرین؟ هنوز چایی نخوردیم فاطیما. گفتم برک درست کنن براتون بیارن با چایی بخوریم. یادت مریض نباید خیلی طولانی باشه، منم خیلی کار دارم. با اجازتون بانو. نه امکان نداره، لطفاً خواهش میکنم. آقا علی حکمت وقتی بهتر شدن ما بازم میای. ممنونم، بفرمایید. خیلی خوش اومدین. میرم خونه باغ پیش دختری. که چی بشه؟ نشونش میدم. مثلا تو کی هستی؟ با چه عنوانی؟ مامان دخالت نکن. بانو ببین اگه نرم حساب دختره رو کف دستش نذارم تو دلم میمونه. دو کلمه حرف دارم با اون خوشگل دهاتی، باید بفهمه با کی طرفه. تو منو بذار مغازه، بعدش هر کاری دلت خواست بکن، ولی بعدش نیای پیشم گری کنی. دیگه در این مورد چیزی نمیگم، حتی یک کلمه. فکر کردی داری چی کار میکنی؟ چی میخوای؟ ها؟ چرا دوست نداری که اورهان و بانو با هم دیگه باشن؟ اونا جدا هم سوین. من میخوام تو سر عقل بیای دختر. اینجا فقط تویی که سر عقل نیستی. دلش نمیخواد سوین. از حرص بچت هم نمیبینی؟ تویی که چشمت نمیبینه. بگو بگو ببینم چی میخوای بگی عروس خانم. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ به نظرت علی حکمت اگه بفهمه که اسبا رو سلجوق آزاد کرده، سلجوقو چیکار میکنه؟ منم خیلی کنجکاوم بدونم. اگه داداشم بفهمه همچین دروغ بزرگی رو گفتی، میدونستی و گناهو انداختی گردن زینب چیکار میکنه؟ ها؟
اومدم خیلی واضح باهات حرف بزنم. راجبه چی؟ تو فکر کردی میتونی اورهان از چنگ من در بیاری؟ تو چنگت یا نه؟ نمیدونم، ولی میدونم کاری به روابط عاشقانه تو ندارم. همه چی مثل روز روشنی. دختر خونه زاد گیر داده به پسر اربابش، درسته؟ ولی زینب جون یه چیزی رو یادت رفته. منو ببین بانو، خوشگلی، پول داری، ایشالا یه روز خوشبخت میشی. یه دختر خونه زاد فقط میتونه اینا رو بگه. بیایا بی تربیت دنبال اینجا موندنی نه؟ بمونم یا نمونم به تو هیچ ربطی نداره، ولی شرمنده، بیشتر از این نمیذارم تحقیرم کنی. هنوز چیزی نگفتم. گوش نمیدم. اگه رابطه ای داری که میخوای نجات بدی، برو به اورهان بگو. تو اینجا چی کار میکنی؟ به هم گفتن که زینب داره میره. نگو که برای خدافظی اومدی. نه اورهان، اومدم با تو حرف بزنم. هر چی زنگ میزنم جواب نمیدی. اگه میخواستم جواب تو میدادم. لطفا بفرما. من فقط ببینم ناراحتت چه نکردم؟ اون نمیتونه منو ناراحت کنه. بانو فقط احساساتی شده. خواهش میکنم اینا رو به من نگو. زندگی شخصی خودته. زینب، قبلنم بهت گفتم بانو تو زندگی شخصی من نیست. اورهان، من برای این چیزا وقت ندارم. درسته، منم ندارم. یه لحظه بیا. کجا میریم؟ بیا، اصلا نپرس. فکر کردی من ازت میترسم؟ ها؟ من باشتم، علی حکمت باشد. من زیر و بم تو میدونم علی حکمت. درون تو، بیرون تو، شرکت تو، مزرعه تو. آره، میخوای از گاف صندوقت شروع کنم؟ علی حکمت، خیلی دارم برات میسوزه. همه ای کارات داره خراب میشه. بسه، خیلی بد میشه. حکان بکش عقب. هیچ پولی نداری، نابود شدی، نمیتونی بدهیاتو بدی. علی حکمت، این پولو بگیر و سفته ها رو بده. از با تو فروختی نه؟ گفتم این پولو بگیر. تو با این پول نصف سفته هاتم نمیتونی پس بگیری. تو میخوای از من دزدی کنی؟ آره، داره نداره تو ازت میگیرم. هزار برابر بلایی که خانواده پاشات سر من در آوردن سرت میارم. مگه خانواده پاشات با تو چیکار کرده؟ ببینم تو داری منو مسخره میکنی علی حکمت. نکنه فراموشی گرفتی؟ البته آدمی که دستش خیلی خونی باشه اینجوریه. چی داری میگی حکان؟ میگم که عمومو کشتی، با زنموی عزیزم دست به یکی کردین، اموالمو دزدیدی. یادت اومد؟ یا ادامه بدم علی حکمت؟ گشتم با عموتون، ماشین میمردی راحت میشدم احمق. بیشتر از اینا ای کاش میگی علی حکمت. وقتی از تو و دخترت که زندگیمو نابود کرد انتقاممو گرفتم، میگی ای کاش.
ولی کار از کار گذشته. خفت میکنم، نمیتونی فرار کنی. خفت میکنم احمق. بیا بیا منو بکش. شلیک کن، بزن، شلیک کن علی حکمت. ارزششو نداری هاکان. یادت اومد؟ هیچ وقت یادم نمیره. بچه گی من خیلی میومدیم اینجا. بانو، من اومدم. بانو، بگو ببینم رفتی پیش اون دختره؟ مامان جون، میدونم وقتی این نامه رو خوندی خیلی دیگه دیر شده و تو اصلاً منو نمیبخشی، ولی من اورهان رو خیلی بیشتر از اونی که تو فکر میکنی دوست دارم. امروز یه بار دیگه فهمیدم که اون از دست دادم و امیدم رو کشتم. من نمیتونم بدون اون زندگی کنم. نمیخوام زندگی کنم. دخترت که لایقت نبود بانو.
ذوالفقار بحثت شد. رفتی من نگران شدم علی حکمت. گفتم که نگران نباش. تو گفتی ولی من آروم نمیگیرم. ذوالفقار رو بفرست بره. مگه نگفتم تو کارای من دخالت نکن زن؟ گفتم خفه شدی که. چرا؟ حس میکنم تو خونمون بمب وجود داره. من آروم ندارم. تو رو خدا ذوالفقار رو بفرست بره، ازمون دور باشن. اتفاقا برعکس، اونا باید جلوی چشممون باشن، فهمیدی؟ اینجوری بهتره. باشه، بمونه. دو روز دیگه هم دست بچم رو بگیره و بگه تو پسر تنی علی حکمت نیستی. ها؟ اینو میخوای؟ زینب رو نمیخوان، نمیتونم نگهش دارم. ما علکی با هم حرف زدیم ذوالفقار، ها؟ من این همه سال علکی خرج درس دختر هلیا رو دادم؟ آقا کن، تا امروز هر کاری خواستین کردم. این همه سال از دخترم جدا بودم، پیشش نرفتم، ولی دیگه بسه. دخترم هر جا هست، من اونجا. اون دختر تو نیست ذوالفقار. دختر منه، بزرگش کردم، نشونی از مادرش که نیست. تو هم بیا و از اینش صرف نظر کن. ببینم به کسی چیزی گفتی؟ چی را؟ این که زینب نبی علی حکمت رو به کسی گفتی؟ من به هیچکی نگفتم. مگه میشه بگم؟ مگه میشه زینب رو بندازم توی خطر؟ راستشو بگو. به جون زینبم قسم، به هیچکی نگفتم. پس از این به بعدم نمیگی. زینب؟ تو خوبی؟ خوبم، خوبم. وقتی که تو هستی من خب بعدش دلتنگ اینجا میشم. کاش نمی رفتی زینب. زینب من نمی خوام که این تموم بشه. من می خوام یه چیزی بگم. می شنوم. می خوام اینجا بمونم.